10,000 کودک از سال 2015 تا کنون در یمن کشته یا معلول شده اند. از هر 5 کودک زنده مانده هم دست کم 4 تن برای ادامه زندگی نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. 11,000 کودک دیگر در شرایط اضطراری به سر میبرند. 400,000 کودک حتی ممکن است به خاطر سوء تغذیه حاد و فقر شدید بمیرند. اینها و بسیار بیشتر از اینها را جیمز الدر، سخنگوی یونیسف که به تازگی از یمن برگشته، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو مطرح کرد. او گفت با پزشکان، پرستاران و آدمهای مرتبط با کودکان گفتگو کرده و دریافته است که شرایط آنها بسیار بغرنج است. یمن عملاً در آستانه فروپاشی است و در این میان وضعیت کودکان خطرناکتر از سایر اقشار جامعه است. مرگ 4 کودک در هر روز، این رقم دلهره آور چیزی است که سازمان ملل تایید می‌کند. بسیاری از مرگ و میرها و صدماتی که به کودکان وارد می‌شود اساساً گزارش نشده. به گفته سخنگوی یونیسف، وضعیت کودکان در یمن به نقطه شرم‌آورش رسیده، اما تلاش سازمان ملل برای پایان بخشیدن به منازعه 6 ساله و برقراری آتش بس با مقاومت دو سوی ماجرا مواجه شده. در این میان همه مردم از این جنگ رنج می‌برند. بیش از 2 میلیون کودک مدرسه نمی روند. 4 میلیون کودک دیگر در آستانه ترک تحصیلند و 2/3 معلمان یمنی، یعنی رقمی حدود 170,000 نفر، سالهاست که حقوق دریافت نکردند. برخی از آنها آخرین حقوقشان را 4 سال پیش گرفتند. آنها به معنی واقعی کلمه در آستانه مرگند. نزدیک به 2 میلیون کودک یمنی نیز آواره شدند. معرب که این روزها در وسط معرکه جنگ گرفتار شده، شهر آواره هاست. غالب خانه ها متروکه و خالی از سکنه شده. یونیسف نیز بودجه کافی برای نجات جان این کودکان ندارد و آنچه که دارد در حال ته کشیدن است. در این میان کودکانی که هیچ نقشی در شروع یا ادامه جنگ نداشتند، اصلی ترین قربانیان این جنگند. کودکانی که حتی اگر زنده بمانند، روح و جانشان به شدت آسیب دیده و جنگ تا ابد در ذهنشان میماند. ماهرخ غلام حسین پور، واشنگتن دی سی.